أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شایستگان و خوبان، سلام و درود خدا بر شما. حضرت علی علیه السلام در 30 حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه هشداری به همه ما دادند. فرمودند: الحذر الحذر، فوالله لقد صدر حتی کأنه قد غفر. هشدار هشدار، بیدار باشین بیدار باشین. فوالله لقد ستر، قسم به خدا پوشانده است گناهان ما را. حتی که انهو قد غفر، حتی گویا که آمرزیده است گناه ما را. در احادیث روایاتی ما میخوانیم که خداوند متعال بنده خودش رسود رسوا نمیکنه. وقتی گناه میکنه و معصیت میکنه، گناهش را میپوشانه و این پوشاندن گناه در واقع یک فرصتی است برای او که آبروی او را نمیبره تا که برگرده و توبه کنه. اما متاسفانه بسیاری از ما بندگان این فرصت را غنیمت نمیشماریم. به جایی که از این فرصت پرده پوشی خدا استفاده کنیم، خدایی که میتوانست ما را رسوا کنه و رسوای عام خاص کنه و آبروی ما را ببره، آشکار کنه گناهان ما را، ما ایره قدر نمیتونیم که خدا ما را رسوا نکرده و نپوشانده، از این فرصت سوء استفاده میکنیم و باز هم به گناه و معصیت ادامه میدیم. حضرت میفرمود: هشدار هشدار، خدا اینقدر ستار است که گویا آمرزیده است، نکنه این ستاریت خدا شما را به گناه و معصیت بیشتر وادار کنه و برید سراغ گناه و معصیت. در برخی روایات داریم که خداوند متعال پرده پوشی میکنه و پرده پوشی میکنه، 40 پرده بر بنده خودش میاندازه، ولی این پرده، این بنده است که هی پرده ها را پاره میکنه و پاره میکنه تا ای که خودش خود را رسوای عام خاص میکنه. یعنی با انجام دادن گناهان و معاصی و نافرمانی خدا بالاخره خودش رسوا میشه. حضرت به ما فرموده: فکر شما باشه، حواس شما باشه که یک موقع این مسئله شما را فریب ندهد، این لطف خدا شما را به بدبختی نکشاند. از این فرصت خوب استفاده کنید و نشود که فرصت سوزی کنید. از خدای متعال میخواییم که ستاریت خودش را بر ما ادامه بده و توفیق توبه بر همه گناهان و توفیق ترک همه گناهان را به ما عنایت بکند. و السلام علیکم و رحمت الله.